جمشید برزگر روزنامه‌نگار از لندن با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای برزگر. این اعتراضات با گسترده‌ترین حمایت ایرانیان در خارج از کشور مواجه شده. به نظر شما چه شد که چنین اتحاد بزرگی در 44 سال اخیر شکل گرفت؟ به هر حال کم ظلم نکرده بود جمهوری اسلامی به مردم ایران. این بار چه اتفاق افتاد؟ بله، همونطور که در ویدیو آخر دیدیم و دانشجویان به درستی میگفتن، واقعا آنچه که امروز در ایران در حال اتفاق افتادن هست و البته در سراسر جهان، با از هر نگاهی که بخوایم از هر زاویه‌ای که بخوایم بهش نگاه بکنیم، چیزی جز یک انقلاب نیست. یعنی همه آن تعاریفی که در دانشکده‌های علوم سیاسی و در تعریف انقلاب به کار برده میشه، می‌بینیم که در مورد این خیزش سراسری هم صدق می‌کنه و ما به واقع با یک انقلاب مواجه هستیم. اینکه انقلاب ها چگونه شکل میگیرند و یا سازماندهی اونها و یا رهبری اونها چگونه است، البته در هر عصر و دوره‌ای متفاوت هست و در دهه دوم قرن بیستم به نظر میرسه که ما با ویژگی های جدیدی برای یک انقلاب مواجه هستیم، چه در نحوه سازماندهی اون و چه در نحوه رهبری اون. طبیعی است که آنچه که داره اتفاق میفته تا حد بسیار زیادی واندار اعتراض هایی است که در سالیان اخیر صورت گرفته. به طور مشخص از دی ماه 96 به بعد که اساسا گفتمان سیاسی تغییر پیدا کرد و با اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، در واقع مردم به این نتیجه قطعی رسیدن که حل و فصل منازعات سیاسی خودشون و برون رفت از این مشکلاتی که جمهوری اسلامی به اونها تحمیل کرده در چارچوب‌های حکومتی ممکن نیست و باید در واقع راهکارهای دیگری رو پیدا کرد. در آبان 98 هم این موضوع رو دیدیم و با فجایعی و جنایت‌هایی مثل سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری اوکراینی برای همگان مسجل شد که در واقع باید راه دیگری رو در پیش گرفت. آنچه که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده بود با فشارهای فزاینده اقتصادی و همینطور اجتماعی و سیاسی، یعنی علاوه بر انسداد سیاسی با گشت‌های ارشاد، عملاً کوچکترین روزنه‌های تنفس بر روی مردم بسته شده بود. قتل شرم‌آور و بزدلانه مهسا امینی در واقع اون قطره آخری بود که کاسه صبر مردم رو لبریز کرد و مردم به روشنی دیدند که در هیچ حالتی در مقابل جمهوری اسلامی در امان نیستند و جمهوری اسلامی دشمن همه مردم ایران و سرزمین ایران هست. این در سالهای گذشته در اعتراضات خوزستان، در اعتراضات اصفهان و بسیاری از نقاط دیگر هم بیان شده بود. اما به هر حال اون بار عاطفی که قتل حکومتی مهسا امینی در واقع همراه خودش داشت، باعث رها شدن انرژی متراکمی شد که در همه این سالها انباشته شده بود و به این شکل خودش رو باز کرد و نشون داد که امروز بزرگترین گسلی که در جامعه ما وجود داره و فعال هست، گسل بین سنت و مدرنیته، سنتی که جمهوری اسلامی و قرائتی که از دین برای مردم میکنه نماینده اون هست، و جوانان نسل جدید دهه 80 ها که در واقع از اون باورهای پیشینی کاملا عبور کردن و درکی متفاوت دارن، درکی که بسیار بسیار همخوان و همسو هست با آنچه که در جهان داره اتفاق میفته. و درست به همین دلیل هم هست که میبینیم که شعار اونها زن زندگی آزادی چگونه در سراسر جهان تنین میاندازه و همگان رو همراه خودش به پیش میبره. آقای برزگر، اعتراضات دانشگاهیان به اعتراضات خیابانی و برخی اعتصابات پیوند خورده. به قول معروف اون اتفاق خوبه افتاده، ولی شاید مهمترش چگونگی نگه داشتنش باشه. چطور میشه این همراهی و همدلی که ایجاد شده بین گروه‌های مختلف جامعه رو در ادامه این خیزش مردم ایران حفظ کرد؟ ببینید، یک واقعیت این هستش که هیچ نشانه ای از اینکه چنین خیزشی، چنین انقلابی فروکش بکنه وجود نداره. حتی خوشبین‌ترین افراد حامی جمهوری اسلامی برآوردشون این هستش که این خیزش میتونه حداقل چند هفته یا چند ماه ادامه پیدا بکنه. شما اگر نگاه بکنید در طول تاریخ در جاهای مختلف، هیچ انقلابی نبوده که در عرض یک هفته یا یک ماه
به نتیجه برسه. خود انقلاب 57 که یکی از سریع‌ترین انقلاب‌ها بود، اگر در واقع نقطه شروع اون رو 19 دی ماه 1356 زمانی که اون مقاله معروف به امضای احمد رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات منتشر شد در نظر بگیریم، 13 ماه طول کشید تا اون حرکت به نتیجه برسه. من فکر می‌کنم که این تضاد بنیادین و ماهوی که وجود داره و عبوری که جامعه کرده، یعنی نقطه عطفی که عملاً با این انقلاب و با قتل مهسا شکل گرفت، ما رو وارد یک عرصه تازه کرده که برگشت به دوران قبل از اون رو عملا غیر ممکن میکنه. یعنی امروز حتی برای جدیترین هواداران جمهوری اسلامی هم قابل تصور دیگه نیستش که بتونند حجاب و حجاب اجباری رو اونگونه که در 14 دهه گذشته به مردم ایران، به زنان ایران تحمیل کرده بودن، بار دیگه بتونن تحمیل بکنن. بنابراین ما اساسا از این مرحله عبور کردیم، بازگشت قبل از اون ممکن نیستش. و من فکر میکنم که شبکه هایی که در داخل خود کشور ایجاد شده و اون اتحاد و همدلی که چه در داخل کشور و چه در میان ایرانیان خارج از کشور ایجاد شده، عملا راهکارهای جدید رو پیدا خواهد کرد، ابتکارات جدیدی رو به کار خواهد گرفت که حتی برای دستگاه سرکوب قابل تصور نیست. آنچه که قابل پیش بینی است این هستش که اعتراضات و اعتصابات ادامه پیدا خواهد کرد و با فشارهای فزاینده بین المللی و اون ناکارآمدی و فسادی که در درون خود سیستم وجود داره، عملا این خیزش، این انقلاب به حرکت رو به جلو خودش قطعا ادامه خواهد داد. سپاسگزارم از شما. ضمن اینکه این رو هم اشاره بکنم، استفاده از هشتگ مهسا امینی داره نزدیک میشه به 200 میلیون. متشکرم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن همراه